که معصوم یعنی چی؟ اصلا تو قرآن نوشته که اگه به خاطر خطاهاتون یا گناهاتون اگه می‌خواستم چیز کنم یه نفر هم زنده مونه، یعنی خود قرآن دقیقاً میگه یه نفر معصوم وجود نداره، معصومی که فکر کنیم که اصلا هیچ گناهی نکرده. آیه تو قرآن نسبیت داره. خب نسبیت پس همین رو میگه. میگه معصوم مطلق وجود نداره. انسان نمیتونه معصوم باشه. دو نفر تو قرآن معصومه. یکی جیزس نمیشه که هیچ گناهی سر نزده. یکی هم چیزه یحیی. اونم میگه از بچگی دورش حسار کشتیم. هر دم تو سوره مریم. اوکی. نیدان بگم. ولی فکر. یا با سعید میتونم کمک. میدونم حتما یه اشاره هایی هست. ولی یه جو موقعی. بقیه قصه رو برسیم. باش. حالا. بقیه قصه نوشتن آن غلام رقعه به طلب اجر. رفت پیش از نامه پیش مطبخی که بخیل از مطبخ شاه سخی. مطبخی مرسی. که بخیل از مطبخ شاه سخی دور از او و همت او که اینقدر از جری هم آیدش اندر نظر. میره پلو آشپزه میگه که من میدونم من یک کمی حالا ازش از شاه دورم، ولی آخه این شاه سخاوتمندی بوده، این یه چور و مواجب من اصلا در نظر اون هیچه، آخه چرا چیز کرده؟ معمولا اون موقع من بچه که بودم ایران بودم با 5 تومانی بود، حالا الان نمیدونم 5 تومانی دیگه ایران نیست، ولی سکه های 5 تومانی یادتونه؟ سکه های اکرانی هم یادمونه. من درشه یا یادمونه؟ من یه 5 تومانی به یه گداره دادم، بنده خدای وایساده بود، حالا اینجوری هم ندیم گدا، ولی خب بالاخره داشت پول میخواست و اینا، من یه 5 تومانی یعنی سکه ها بهش دادم، اینجوری پرک کرد و گفتم یه نگاش کردم، گفتم یعنی که چه؟ او آخه با این هیبت تو 5 تومن میدی که جالت نمیکشه. آقا 5 تومن تا توی دوش بسنم. وان نه زمان ما نه اینقدر چیز نه اومد دلار این جریان مال دلار 700 تومنه به خاطر همین. اینه گفتی من یاد یه چیزی افتادم. آقاسی یه موقعی که کارش خیلی گرفته بود یه وقت بردمش دربار که اونجا بخونه. همه درباری ها جمع شده بودم، اینم داشت میخون، خیلی شود و حرارت به پا کرد، بعد سکه انداختم برای سکه های طلا. بعد دلا شد برداشت، نیم پهلوی بود، بعد گفت من اینجا تو پهلوی، سکه نیم پهلوی، در دیگه یه پهلوی درست خب میگه گفت بهر مصلحت فرموده است نه برای بخل و نه تنگی دل. آشپزه میگه شاه اینو برای مصلحت اینو به تو گفته، صحبت سر اینه که دستش تنگ باشه. گفت دهلیزی است و الله این سخن پیش شه خاک است و هم ذره کهن. اینجا دهلیزی است یعنی قدیما کاخهای شاه ها تو در تو بوده، بالاخره اتاق متاق داشتن و اینا، به اینا میگفتن دهلیز، چون اگه رد میشدین یه هایی ممکن بود یه چیزی بشنوید، حرفی که میشنیدید. این روزا اسمشو ما میذاریم گاسب، اون موقع اسمشو میذاشتن دهلیزی، مثلا چیزی که یه جا یکی با نقل قولی کرده. میگه که این حرفی که تو میزنی که اصلا حرف دهلیزیه، حرف زیاد پایه و اساس نداره، وگرنه اصلا این چیزی که تو داری از تو کم کرده واسه شاه چه؟ مطبخی 10 گونه حجت برفراش او همه رد کرد از هرسی که داشت. این آشپزم هی اومد گفت بابا شاه اصلا اینجوری نیست، اینا گفت نه این چشش به این جیر و مواجه من بوده، چون جری کم آمدش در وقت چاش زد بسی تشنی او سودی نداشت. وایسا تا موقع غذا هم که شد، چون جیرش کمه تشنی هم یعنی
فحش و ناسزا، کلی فحش و ناسزا داد و بازم هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی بهش قضا بیشتر ندادن. یادتون نره این مایی ما، یعنی ما که یه جا فکر میکنیم جیر و مواجبمون کم شده، یه جایی درآمدمون کم میشه، اولین کاری که میکنیم بالاخره به زمین چی میگیم؟ به زمین و زمون ما برمیداریم فحش و ناسزا میگیم. ای ببین چه شانسی من داشتم، چرا اینجوری شد؟ گفت قاصد میکنید اینها شما؟ گفت نه، که بنده فرمانیم ما. بنده فرمانیم ما. قاصد میشه عمدن، بهش میگه تو عمدن داری این کار میکنی. میگه نه بابا، من دستور دارم، من با تو کاری ندارم. که این مگیر از فر، این از اصل گیر، بر کمان کم زن که از بازوستی. میگه این چیزی که اتفاق افتاده واسه تو، فکر نکن از فر شده، یعنی من که اینجا دارم به تو، از اصل ببین چی کار کردی، چون اون تیری که میرسه میخوره بهت، از کمان نمیاد، اون بازوه که اینو میکشه. یه کمی جا داره روی این مسئله فکر بکنیم. ما رمیت از رمیت ابتلاست، بر نبی کم نه کنن، کمان از خداست. ما رمیت از رمیت که آیه قرآنه، یه حرف خدا اومده. تو اینقدر به قول خودم گیر به نبی نده. ببین کی بهش اینو گفته. آب از سر تیره است، ای خیر چشم، پیشتر بنگر یکی بکشای چشم. اگه یه چیزی گلالوده، از سر گلالود میشه، از منبعش گلالود میشه، نه از اونجایی که بهش میرسه. شد ز خشم و غم درون بقعه، سوی شه بنوشت خشمین رقعه. اینم آره، عصبانی شد و رفت توی یه بقعه، یه خونه کوچیک حجره‌ای، شروع کرد دیگه نامه نوشتن از خشم. باسواد بوده یارو. بله. اندران رقعه نسای شاه گفت مرسی. گوهر جود و سخای شاه سفت. اولش شروع کرد چیز نوشتن که بالاخره ثنا و شکر و حمد و سپاس بکنه و شروع کرد راجب گوهر جود و سخای شاه هم صحبت کردن. اینجا سفت کردن یعنی سخن گفتن، حرف تازه زدن. کیزه بحر و ابر افسون کف تو، در قضای حاجت حاجات جو. زان که ابران چه دهد گریان دهد، کف تو خندان پیاپی خان دهد. ظاهر رقعه اگرچه مرد بود، بوی خشم از مرد اثرها می نمود. شروع کرد حرف زدن که آره تو که چقدر خوبه و چقدر شما سخاوتمندی و چقدر چی، ولی داره میگه ظاهرش همچین به نظر به تمسخل نامه میگفته بستم، برای اینکه میگه ظاهر رقعه اگرچه مرد بود، بوی خشم از مرد اثر کنه. تمسخل پس نیست، یعنی با منظور داشته میدهش، پیغامش دلیبر دو پای دو چی میگه، دو پهلو داشته میدهش. زان همه کار تو بی نور است و زشت، که تو دوری دور از نور سرشت. اینا باز برمیگرده به ما، این کاری که میکنی کار زشتیه، به خاطر اینکه از نور هر چقدر دورتر بشی شروع میکنی اینطوری نامه نوشتن. رونق کار خسان کاسد شود، همچون به تازه زو فاسد شود. رونق دنیا برارد زو کساد، زان که هست از عالم کون و فساد. خوش نگردد از مدیحی سینه ها، چون که در مداح باشد کینه ها.
رونق کار خسان، آدمای خسان یعنی آدمای فرومایه، آدمای پست، یا آدمای پست هر چقدر بخوان کاری بکنن کارشون آخر سر کاسده، کساد میشه، از بین میره، مثل همچون میوه تازه زو فاسد شود، مثل یه میوهی که تازه برسه زری میتونه از بین بره، نمیمونه این میوه. رونق دنیا برآرد زو کساد، زن که هست از عالم کون و فساد. عالم کون و فساد اگه یادتون باشه دو هفته پیش صحبتشو کردیم که اینجا کلن عالم کون و فساده، یه اتفاقی قرار بیفته و ما یه ظاهری از این اتفاق رو میبینیم و نسبت بهش عمل میکنیم. خوش نگردد از مدیدی سینه ها، چون که در مداح باشد کینه ها. آدم هایی که مداحی میکنن اگه دلشون اون قصیدهی که میخونن تو دلشون سخاوتمندی نباشه، پاکی نباشه، آدم ها زیاد گریه نمیکنن. ای دل از کین و کراهت پاک شد، وانگهان الحمد خان چالاک شد. به ما میگه یه این دل رو از کین و کراهت پاک کنید. و سوره حمد، الحمد سوره حمد در حقیقت نیست، این در میگه شکر و ثنا بکنید و چالاکی میاره اون شکر و ثنای ما. بر زبان الحمد و اکراه درون، از زبان تلبیس باشد یا فسوق. میگه یه موقع هست تو زبونت الحمد میگه ولی درونت اکراه داره زبانو، پس دل و گفتار تو دلتو یکی بکن، چون تلبیس میشه پنهان کردن حقیقت. میگه چون زبونت داره حقیقت رو پنهان میکنه. وانگهان گفته خدا که ننگرم من به ظاهر، من به باطن ناظرم. ما در اون را ننگریم و ما برون را ننگریم و حال را ما در اون را بنگریم و قال را ما در ما برون را ننگریم و قال را ما در اون را بنگریم و حال را. میگم یه ذره تو بیشتر طولانی بشه من دیگه کلن حالا جلو میریم. حکایت آن مداح که از جهت ناموس شکر ممدوح میکرد و بوی اندوه و غم اندرون او و خلاقت دلق ظاهر او مینمود و آن شکرها لاف است و دور. راجبه یه مداحه حالا که درون و بیرونش یکی نبوده. آن یکی با دلق آمد از عراق، باز پرسیدند یاران از فراق. یه بابایی رفته بوده عراق و بر میگرده، عراق هم درسته نه عراق ببخش، و هیچی رفیقاش پرسن خب چه خبر بود؟ گفت آری بد فراق لا سفر، بود بر من بس مبارک مژده بر. میگه دوری که خیلی سخت بود ولی عجب سفری و چقدر این سفر برای من نه مجدور بود، یعنی پربار بود و خوب بود، که خلیفه داد ده خلعت مرا که قرینش باد صد مدح و ثنا. خلیفه که کلی به من محبت کرد و خدا پدرشو بیامرزه، شکرها و مدها برمیشمرد تا که شکر از حد و اندازه ببرد. انقدر گفت که یعنی دیگه ملت گفتن بسه دیگه. پس بگفتندش که از احوال نژند بر دروغ تو گواهی میدهند. میگفتند که تو همچین حالت به نظر حال راحت و درستی نیست، حال نژندی داری. تن برهنه، سر برهنه، سوخته، شکر را دزدیده یا آموخته. میگه تو قیافت، تر و سرت همه برهنه و اصلا دوزار بهت نمونده، این شکری که داری میکنی یاد از یکی دزدیدی یا یاد گرفتی چی بگی، یا اینکه به خودت یاد دادی که چی جوری من توی این موقع ها چه حرفی بزنم. کونشان شکر حمد میر تو، بر سر و بر پای بی توفیر تو. کونشان شکر حمد میر تو، حمد میر تو بر سر و بر پای بی توفیر تو. ما یه نشونه از این
امیری که تو رفتی دیدی، این بزرگی که تو رفتی دیدی، اصلا تو سر و پای تو نیست. گر زبانت مدح آن شه میتند، هفت اندامت شکایت میکنه. اگه داره زبونت حرف میزنه، کل وجودت اصلا شکایته. دیدین یه کسی رو یه موقعهای آدم هایی رو میبینین یه حرفی طرف میزنه ولی به دل آدم نمیشینه هر کاری بکنی. حالا به قول شما بهش نمیاد. این روزا میتونن همه کوچ بشن که چجوری حرف بزنن، ولی یه موقع هم هست بازم طرف به دل آدم نمیشینه. هر چقدر واقعا صحبت یه موقع جای سخنرانی آدم میره گوش میکنه به یه کسی، میبینی هر چی طرف میگه به دل آدم نمیشینه. حالا مثل اون شطره که میگه از همون میام میه خود من خود خیلی آساز زانویی تو کونشان شکر و حمد میره تو بر سر و بر پای بی توفیر تو گر زبانت مدح آن شه میتند هفت اندام از شکایت میکند در سخای آن شه و سلطان جود مر تو را کفشی و شلواری نبود. یه این همه که به تو سخاوتمندی کرد تو یه کفش و شلوار به تو داد؟ گفت من ایثار کردم آنچه داد، میر تقصیری نکرد از افتقار. میگه من همه اینا رو بخشیدم. افتقار یعنی دلجویی کردن. میگه این وسط امیر اصلا تقصیری نداشت، اون همش دلجوی من بود. بستدم جمله عطاها از امیر، بخش کردم بر یتیم و بر فقیر. بستدم جمله عطاها از امیر، بخش کردم بر یتیم و بر فقیر. از این آدم ها ما تو این دنیا زیاد داریم. من همه چیزم رو بخشیدم. شنیدید حالا اینکه مثلا میگه هر چی ما داشتیم بخشید. ما دادم بستدم عمر دراز، در جزا زیرا که بودم پاکباز. من اصلا مالم رو دادم که میگن صدقه عمر رو زیاد میکنه، منم دادم که عمر زیاد بگیرم. و به خاطر اینکه همینه دیگه، اینجوری ما اینجوری هستیم. پس بگفتندش مبارک مال رفت، چیست اندر باطنت این دود و تفت؟ دود و تفت یعنی آه سوزناک. میگه اوکی مالت که رفته، ولی این درون تو چته؟ این آهی که داری میکشی فکر میکنی اما نمیبینی چیه؟ صد کراهت در درون تو چو خار، کی بود اندوه نشان ابتشار؟ ابتشار یعنی شادی. میگه اصلا مشخصه که این کراهت و این غمی که تو داری مثل خار میمونه درون تو. نشونه شادی اصلا تو نیست. کو نشان عشق و ایثار و رضا، گر درست از آنچه گفتی ما مزا. ببخشید، گر درست از آنچه گفتی ما مزا. نشونه عشق و ایثار و سخاوتمندی و رضایت و تسلیم و اینا اصلا تو نیست. هرچی برای ما تعریف کردی نشونه شما نمیبینی. حرفی که داره میزنه مولوی حرف بزرگتر از اینه. یعنی اینکه اون چیزی که شما اگه واقعا بیان میکنی اگه تو دلتون باهش یکی نباشید آشکار میشه. آدم ها رو یه موقع دیدیم مثلا طرف خیلی چیزی میگه من همیشه I'm in the moment. آدم ها اینجوری من خیلی میبینم. نمیدونم چرا مثلا طرف میگه من خیلی راضی هم از همه چی. اصلا مشخص همون جوری که میگه خیلی راضی هم مشخص یه مشکلی همونجا داره. دل به آدم آرامش میده. اگه دل آدم آروم باشه فرقی نمیکنه. کلام کاملا از دل که اگه از دل بلند شه به دل میشه. کو نشان عشق و ایثار و رضا، گر درست است آنچه گفتی ما مزا. خود گرفتم مال گم شد میل. خود گرفتم مال گم شد میل کو، سیل اگر بگذشت جای سیل کو.
میگه ما گرفتیم این مالی که تو دادی رفت قبول، ولی میل کو اینجا رضایت خاطره، یعنی اون راضی بودنت تو اصلا معلومه راضی نیستی، راضی بودنت کجاست؟ سیل اگر بگذر جای سیل، اگه میگی یه سیل اومده تمام زندگی من رو برده، خب جاش کو؟ بالاخره یه جایی میذاره خودش. چشم تو گر بود سیاه و جان فضا، گر نماند او گر نماند او جان فضا، ازرق چرا؟ ازرق زاق یعنی چشم آبی. چشم آبی قدیما مایه قشنگی و خوشگلی نبوده، چشم مشکی مایه خوشگلی بوده. الان است که این روزا میرن ملت لنز میذارن و چشاشون رو مشکی میکنن و فلان و اینا. آبی میگن، آبی میکنن. بعد ببخشید، حالا میگه اگه تو چشمت سیاه بوده و قشنگ بوده، پس چرا الان چشمت آبیه به نظر ما؟ کو نشان پاک بازی ای ترش، بوی لاف کج همی آید خموش. نشونه چیز دیگه ازت میاد، صد نشان باشد درون، ایثار را صد علامت هست نیکوکار. اگه شما ایثار کردی به کسی، رو خودت کلی اثر میذاره، اولین اثر رو خودته. ما هر کاری میکنیم اولین اتفاق واسه خودمون میفته، بعد بقیه. باده از ما مست شد، نی ما از اون. ما این که مستی رو میدیم، ما این که به همه چی وجود میدیم. پس ما اول شکلش رو میگیریم، اول مستیش رو ما میگیریم، اول حالش رو ما میگیریم. کو نشان پاک بازی ای ترش، بوی لاف کش همی آید خموش. صد نشان باشد درون ایثار را صد علامت هست نیکوکار را، ما در ایثار اگر گردد تلف، در درون صد زندگی آید خلف. اگه تو مال در ایثار بره، برعکسش درون پر زندگی میشه، یعنی از دلت اینقدر شاد میشی مخالف اون چیزیه که تو زندگی زمینیت کردی. ما ایشاله نمیخونه تموم میشه. در زمین حق زراعت کردنی تخمهای پاک، آنگه دخنی. شما وقتی ایثار میکنی یعنی در زمین خداوند داری زراعت میکنی، وقت اونجا هیچ برات هیچی در نیومد تو زمین خدا اگه که کاشتی. گر نروید خوش از روزات هو، پس چه واسه باشد از الله؟ بگو اگه قراره که هیچی از زمین خدا در نیاد، پس به چه درد میخوره؟ پس چرا اصلا بهش میگن ارض الله؟ چرا میگن جای زمین خدا؟ چون که این ارض فنا بی ری نیست، چون بود ارض الله آن مستو، آن مستوسه است. میگه این بیری یعنی افسونی، میگه همش افسونی داره، بدون افسونی نمیتونه باشه. چون بود ارض الله آن مستوی است، مستوی یعنی گسترده، چیز گسترده، یه چیز بزرگیه. این زمین را ریع او خود بی حد است. ببخشید ربع یا ریع؟ آره. این زمین آره او خود بی حد است، دانه ای را کمترین خود تفسد است. میگه این زمین یه ذرهش ریع، و من فکرم ربع ریع رو نمیدونم، یعنی من چی بگم. برش که دم میکنم میگن ریع کرده، برش که دم میکنم میگن ریعش خوب یا ریعش باید زیاد میشه. آها، قد کشیده. آها، دونه‌های برش در پختن چیز. خب پس میگه این زمین را ریع او خود، یعنی یه ذره تو همین زمین خدا اگه بتونی رشد بکنی بی حده، حد و حساب نداره. یه دونه 700 میشه اینجا. هم گفتی کو نشان حامدون، کو نشان حامدون، نه برونت هست اصلا نه اندرون. هم گفتی، ولی نشون آدمایی که حمد و شکر میکنن رو نداری. حمد عارف مر خدا را راست است، که گواه حمد او شد پا و دست.
آدم عارف، آدم واصل حمدی که میکنه، حمد راست میکنه. چرا؟ چون دست و پاشم شهادت میدن برش. از چه تاریک، از چه تاریک جسمش برکشید و از تگ زندان دنیایش خرید. این حمد عارف از تاریک ترین جاهای زندگی، از تاریک ترین جاهای وجودش میاد و بهترین چیزها رو برای و آزادی از این زندان دنیا رو براش ارمغان میاره. اطلس تقوا و نور مختلف، آیت حمد است او را بر کتف. وارهیده از جهان آریه، ساکن گلزار و عین الجاریه. بازم این صحبت آدم های واصله که اینا برای خودشون اطلس تقوا و نور مختلف، نور مختلف نوریه که الفت میده، دوستی میده. و آیت حمد است او را بر کتف، این حمد و شکرشون باهاشونه همیشه. میبینید، شما میتونید اینو حسش بکنید. وارهیده از جهان عاریه، از این جهانی که ما توش زندگی میکنیم، جهانی که عاریه به ما دادن، از این جهان آزاد شده. ساکن گلزار و عین الجاریه، عین الجاریه یعنی جویبار. آیه 13 سوره غاشیه است در حقیقت. میگه این ساحر تو گلزار و تو اون جویبار بهشتی هستش. بله. بر سریر سر عالی همتش، مجلس و جاه و مقام و رتبتش. سریر میشه تخت، بر تخت جایگاه مقام بالایی دارن اینا. مجلس و جاه و مقام و رتبتش، موعد صدقی که صدیقان در او جمله سرسبزند و شاد و تازه رو. مقعد یعنی جایگاه درستی درستگویان، یعنی درستگویان یه جا، درستی که اونا بهش شهادت میدن جای دیگه. میگه این از اونجا، اونجا رو باهاش، با اونجا در تماسه، اونجا رو میتونی عیان ببینی. حمدشان چون حمد گلشن از بهار، صد نشانی دارد و صد گیر و دار. بر بهار از چشمه و نخل و گیاه، وان گلستان و نگارستان گواه. شاهد شاهد هزاران هر طرف، در گواهی همچو گوهر بر صدف. ببینید، یکی اومده شهادت داد که من هرچی پادشاه داد دادم، همه گفتن هیچی ندیدیم. حالا داره تعریف میکنه که اگه واقعا دل و زبان یکی باشن، اینه، این چیزها رو میتونی ببینی. شاهد شاهد یعنی زیبارو، گواهی میده برات. هزاران هر طرف، در گواهی همچو گوهر بر صدف. بوی سر بد بیاید از دمن، و سر و رو تابد لافی غمن. لافی غمن، ببخشید، به سلام. بوی سر بد بیاید از دمت، یعنی به اون آدمی که دروغ داره میگه، میگه وقتی که حرف بد ازت میاد، و سر و رو تا و سر و رو تا بد ای لافی غمت. از سر و روت، آدم لافی، آدمی که دروغ گوی، این غم ازت میباره. بوشناسانند حاضر در مساف، تو به جلدی های و هو کم کن گزان. اینا بوشناسان هم، یادتونه دفتر اول نشونه یکی از انسانهای کامل اینه که خوب بو میتونن بکنن. صحبت اینه که اینا میتونن بفهمن، همه حساشون با دلشون کار میکنه. تو به جلدی ها مکن، تو به جلدی های هو کم کن گذاب، یعنی جلدی، یعنی جلدی، یعنی زرنگی. تو ملاف از مشک، کان بوی پیاز از دم تو میکند مشکوف راز. تو اصلا انقدر از مشک حرف نزن، تو دهنت بوی پیاز میده. گلش ملاف یعنی دروغ نگو، لافیدن یعنی دروغ گفتن. گل شکر خوردم همی گویی و بوی، میزند از سیر که یافه مگو. تو میگی من گل شکر، یه چیز خیلی همچین خوشمزه، خوشبوی شیرین
قند و شکری خوردم ولی بویی که ازت میاد انگار که سیر خوردی. هست دل ماننده خانه کلان، خانه دل را نهان همسایگان، از شکاف و روزن و دیوارها مطلع گردند بر اسرار. با آن نشین کو روشن است، که از دل سوی دل روزن است. این اینم توی یه غزل دیگه دیوان کبیره که ای از تو خاکی تن شده، تن فکرت و گفتن شده، و از فکر و گفتن بس و بر در ای آبستن شده. بعدش میاد میگه با آن نشین کو روشن است، از دل سوی دل روزن است. یعنی دلا به همدیگه ربط داره. اینجا همین حرف رو داره میزنه، میگه دلا با همدیگه ربط داره. از شکاف روزن و دیوارها مطلع گردن و اسرارها. آدمای واصل، اولیاء الله، اسرار رو از دیوار و شکاف روزن دلاتون میفهمن چه خبره توش. از شکافی که ندارد هیچ وقت، صاحب خانه ندارد هیچ سهر. یعنی یه شکافیه که تو اصلا خبر نداری ازش، تو روش هیچ تسلطی هم نداری. از نبی برخان که دیو و قوم او، میبرند از حال انسی خفیه بود. نبی یعنی قرآن. میگه از اون بخون که شیطان و قومش از حال انسانها در خفا پی میبرند. این آیه 27 سوره اعرافه. از رهی که انس از آن آگاه نیست. از کجا؟ از شیطان از پیین بره، از اون راهی که انسان ازش آگاه نیست. زان که زین محسوس و زین اشباه نیست. چون انسان اصلا از اون جنس نیست، نمیتونه هنوز. ما به اون جنس باید برسیم که بتونیم ببینیم، نظیر اون هم نیستیم. در میان ناقدان زرقی متن، با محک ای قلب دون لافی مزن. میگه زیاد اینجا زرقی یعنی هیله، میگه زیاد دنبال این نباش که سر این جریان و کلاه بذاری، یعنی سر خودتو کلاه نذار. در حقیقت با محک ای قلب دون لافی مزن، میگه اگه سنگ محک اونجا هست سعی نکن سر این سنگ محک و کلاه بذاری، دروغ بهش بگی. مرمحک را ره بود در نقد و قلب، که خدایش کرد امیر جسم و قلب. اینجا محک میشن اولیاء الله. میگه اینا بلدن چجوری نقد و قلب رو از هم دیگه بشناسن، یعنی سیم و با قلب و با چیز تقلبی و یه چیز طلایی رو میتونن از هم دیگه تشخیص بدن که اینا خداوند اینا را امیر جسم و قلب ما کرده. چون شیاطین با غلیظی های خیش، واقفند از سر ما و فکر و کیش. اینا مثل شیطان، شیطان چجوری از دل ما خبر داره، اینا هم خبر دارن همونطوری. و غلیظی های خیش یعنی اینا از درون ذات خودشون میتونن اینو ببینن. یا حالتی داره میگه اینا it's an acquired taste، یعنی به دستش آوردن، چیزیه که اینا achieve کردن، به دست آوردنیه. شیطان اینو بهش دادن. دو تا تفاوت اینجا. شیطان اگه داستان قرآنیشو تو قرآن اومده که شیطان از خدا مهلت میخواد دیگه، درسته؟ و بعد میگه اجازه بده به من که من تا آخر دنیا، تا آخر این عالم من بتونم اینا رو فریبشون بدم. این عنایت بهش شد، ولی اولیاء الله عنایت به دست میارن، این کمال رو به دست میارن، بهش میرسن. دو تا تفاوته. مسلکی دارن دزدیده درون، ماز دزدیهای ایشان سرنگون. شیاطین چیزی که دارن حالت دزدی داره، یعنی حقشون نبوده داشته باشن ولی گرفتنش. ما از دزدی که اینا کردن و خیلی فریب میخوریم. دم به دم خبط و زیانی میکنن،
صاحب نقب و شکاف روزنند. خبت و زیان یعنی اشتباه، ما رو هی به اشتباه میدازن به خاطر اینکه این شکاف و روزن ما رو بلدن جاش رو میدونن چجوری بهش برسن. پس چرا جانهای روشن در جهان بیخبر باشند از حال نهان؟ پس اگه شیطون قراره اینا رو خبر داشته باشه، جانهای روشن هم همچین قابلیتی دارن. در سرایت کمتر از دیوان شدن روحا که خیمه برگردون زدن. اگه ما بیاییم بله؟ سوال داریم، داره سوال میکنه، میگه اون کسایی که تونستن به خیمه برگردون زدن، یعنی خودشون رو برسونن به مرحله های بالا، تو سراشون زیاد جای شیطون بود، تونست بیاد رخنه، تونست بکنه دیو دزدانه سوی گردون رود، از شهاب مهرب اون متعون شود. دیو جوری که اینو به دست آورده، دزدانه به دست آورده، یعنی به طور مخفیانه دنبال یاد گرفتن این راه و روش رفته. اگه اینجاش از شهاب محرق، یعنی از یه اون شهاب، از یه جرقه سوزاننده او متعون شود. متعون یعنی سرزنش. جان آیه قرآن هست، آیه قرآن اسرائیل دو، بله، میگه شیاطین میخوان به نفوذ کنن ولی اینا رو پس میزنن. درسته شهاب ها سکشن. سرنگون از چرخ زیر افتد چنان که شقی در جنگ از زخم سنان. اینا چجون از وقتی که پس میخورن، اینا اونجوری میفتن که یه آدم، یه دشمنی از زخم نیزه. آن زرش که روحهای دل پسند از فلکشان سرنگون میفتن. اینجا آن زرش که روحهای دل پسند، یعنی از غیرت، اون غیرتی که خدا داره نسبت به اولیاء الله، اینا از اونجا رونده میشن. این شیاطین، تو اگر شلی و لنگ و کور و کر، این گمار بر روحهای مهان، یعنی بزرگ، مهتری، بزرگی، تو اگر شلی و لنگ و کور و کر، این گمان بر روحهای مه مبر. میگه اگه تو میخوای شک بکنی، اول شلی تو درست کن و کورو کری تو درست بکن، بعد بیا صحبت بکن. ولی اگه شل و کورو کری، اینقدر گمان یعنی ظن بد به آدمای بزرگ و اولیاء الله نداشته باش. شر دار و لاف کم زن، جان مکن که بسی جالوس هستن سوی تن، جاسوس هستن سوی تن. مرسی. میگه اینقدر سنگ نذار تو چوب و چرخ این حرف ما هم نذار، به خاطر اینکه واسه این اون سوی تن، یعنی در حقیقت این دلت، واسه این روزنه های دلت کلی جاسوس هست. یعنی میفهمن چه خبر. اوکی، انشاءالله هفته دیگه شنبه. خیلی ممنون.